aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere laftan anlamaz. مزخرفه، همش مزخرفه. دروغ دیگه پیدا نکردی که بگی؟ دروغ نمیگم. فعلا کن تو رو خدا. قسم میخورم که دروغ نمیگم. تست انجام دادم، اونم دو مرتبه. چیدم یه ماه و نیمه که رابطه ما با هم تموم شده. پس یعنی یه ماه و نیم پیش حامله شدم. برو بیرون. ولی من گم شو. هیچ جا نمیرم. واقعا؟ اینو بگیر. را بیاف. چی کار میکنی؟ دستمو بل کن. گم شو. دستمو بل کن. از این کارت پشیمون میشی. از اینکه چهره واقعی تو رو ندیدم واقعا پشیمونم. بازم میگم از خونه و زندگی من دور باش، فهمیدی؟ خودت میای دنبالم. به پام میافتی. تقاس تک تک این کاراتو پس میدی مراد سارسیلماس. لعنتی! تو از کی اونجایی؟ به اندازه ای که همه چیو شنیدم. آیات! چی کار میکنی؟ دارم وسایلمو جمع میکنم. چرا؟ چون دارم میرم. حیات، حیات، میشه لطفا آروم باشی؟ حیات، کجا داری میری؟ میگم این موضوع به تو ربطی نداره. حیات، آروم باش. میگم موضوع به تو مربوط نمیشه. چرا متوجه نمیشی؟ مجبور نیستی چیزیو به هم توضیح بدی. حیات، میشه آروم باشی؟ حیات، ببین نمیخوام اینطوری بری. بیا آروم با هم حرف بزنیم. اگه قانع نشدی اون وقت برو. باشه؟ من حرفی برای گفتن ندارم. حیات، آخه من کاری نکردم که منو مقصر میدونی. منم تو رو مقصر نمیدونم. خب پس چرا این رفتار رو میکنی؟ فقط میخوام برم. حیات، بازم داری بچه بازی در میاری. من بچه بازی در میارم؟ مطمئنم چیدمم همین فکر رو در مورد تو میکنم. اونو قاطی این قضیه نکن. این وسط اون هیچ اهمیتی نداره، بلکه رفتار تو با زن ها اهمیت داره. هر کسی به اندازه لیاقتش. هیچ زنی مستحق این نیست مردی که حاملش کرده از خونه پرتش کنه بیرون. یا چرت و پرت نگو، هر دومون خیلی خوب میدونیم چیدم داره دروغ میگه. اگه دروغ نباشه چی؟ ببین، حتی خودت هم مطمئن نیستی. من مستحق این رفتار و کارات نیستم حیات. با وجود اینکه مجبور نبودی به هم دروغ گفتی. من چه دروغی گفتم؟ خودت گفتی بین من و چیدم چیزی اتفاق نیفتاده. خب معلومه که نیفتاد. مثل چیزی که بین ما اتفاق افتاد. من بدون لباس تو تخت خواب تو بیدار شدم و چیزی یادم نمیاد. حیات، تاکسی. حیات، 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 لطفا آروم باش. میتونیم در مورد دیشب با هم حرف بزنیم. فقط آروم باش لطفا. اونی که باید در موردش حرف بزنی من نیستم، چیدمه. حیات، ولم کن.
حاملگی از تو حامله. این وسط اون هیچ اهمیتی نداره، بلکه رفتار تو با زنها اهمیت داره. دروغ نمیگه، این زنی مستحق این نیست که مردی که حاملش کرده از خونه پرتش کنه بیرون. صبح بخیر. صبح بخیر. اوف مامان بزرگ چی کار کردی؟ نکنه من تو بهشتم ها؟ بخور نوشه جونت عزیزم، کاش مرادم اینجا بود. آقا سه داداشمو نخور، اون با دوست دخترشه. نگو با کی؟ قربونت برم، ببین چقدر هیجان زده شد. شوخی میکنم مامان بزرگ، داداشم سر کارشه، هرچی باشه اون عشق کاره، رفته ازمیر نمایشگاه. اشتباه میکنی دروغ جان، داداشت نرفته نمایشگاه، بابات گفت. یعنی چی؟ چرا؟ اون که گفت حتما باید برم. والا منم تعجب کردم، ولی پای تلفن خیلی سال جوابش نکردم، به نظرم خیلی سرحال نبود. پس اینطور، حالا که همچین فرصتی پیدا کردم بذار یکم هم من بازخواستش کنم، مگه نه؟ آره عزیزم بازخواستش کن، ببینیم کسی که همیشه تو رو به تنبلی متهم میکنه چه جوابی داره. دارم زنگ میزنم الان، کلی کیف میکنیم. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد، لطفا پیغام بگذارید. فقط قضیه کم پیچیده شد، خاموشه. مراد همچین کاری نمیکنه. اما مامان بزرگ من مثل شرلوک هولمزم، صبحونم رو بخورم فورا میرم تطوی قضیه رو در میرم، نگران نباش. من میدونستم که آخرش اون مراد روانی این کارو باش میکنه. هنوز نمیدونیم که طرف این کارو کرده یا نه، فقط حیات گریه کنن، گفت آدرس میفرستم سری بیاین دنبالم. خب چرا به نظر تو گریه میکرد ها؟ شاید از شادی گریه میکرد. آسری مگه نگفت آخر هفته با مرادم؟ پس چرا ما سر صبح داریم میریم دنبالش عزیزم؟ خب حتما دلش واسه دوستاش تنگ شده. سوال آخر، چرا کنار دریا تنهاست؟ حتما از منظره خوشش اومده. واقعا کاسلی این خوشبینی تو واقعا جلوی بدبینی من بیچاره رو هم گرفته. آسنی میفهمی چی میگم؟ رابیاف خانم زود باش. ببین خواهی دید حتما مراد بهش ابراز علاقه کرده، مطمئنه. آره حتما یه حلقه برلیان بی گنده یه کلی منم براش خریده. اینقدر بزرگش نکنی پک، دیگه اینقدر هم نیست. ای بابا، یعنی یه آدم نرمال دور بر من پیدا نمیشه؟
آلخاندرو میامور، این مخلوط خودمه. بیا نوشه جونه. ای وای تو چقدر عرق کردی. آخه گراسیس سینیورا، هنوزم میگه گراسیس. باغچبان عزیز، نکنه برای جلب توجهت باید ادای درخت نخل رو در بیارم؟ اگه مثل پیچک بپیچم منم هرس میکنی؟ توبا یهو. ای خدا، دو دقیقه نمیذارن آدم در مورد گلوگی یا حرف بزنه. اوف. پاسپورتتو بده. چرا؟ چون که اینجا خونه نیست عزیزم، دیگه شده هتل. ببینم اینجا چه شباهتی به کاروانسرا داره؟ آخه مگه من هتل 5 ستاره دارم؟ چرا هر روز پا میشی میای اینجا چیده؟ مگه تو خودت خونه نداری؟ دارم، ولی تو که توش نیستی تو باجون. قسم میخورم دزگیر بذارم وقتی تو میای تو درای آهنی و سنگین بیان پایین. نگران شدم، بگو ببینم چی شده. بیا. مراد منو بیرون کرد. خبرت قدیمیه، خیلی وقته که بیرونت کرده بود. این جدیده، بازم بیرونم کرد. این دفعه از خونش بیرونم کرد. خب حالا تو چرا انقدر خوشحالی؟ چون که به یه دلیل خیلی خوبی مراد منو بیرون کرد. برای طلاهایی که گذاشتی، دروغایی که گفتی، بی‌انصافیایی که کردی؟ یعنی به خاطر اینا؟ چه سنگ دل. نه، مراد منو بیرون کرد چون که حامله، و اینو به مراد گفتم. جواب بدم. بده، فقط تو رو کم داشتیم هیولای سیبیلیو. عجب عجب، روز یک شنبه میری تفریح ولی به من نمیگی. دست خوش عشقم. خلاصش کن کرم، چیه؟ منم اینو میگم، دستمال پنبه ای من آخر این راه معلومه. چرا میخوای میونبر بزنی از راه کوتاه‌تر به ساحل برسی؟ ها عجله داری؟ چرا اینقدر تو میری؟ نکنه کسی منتظرته؟ باید منتظر بشه. قراره چایی بخوری؟ به نظرم آب بخوره، چون اونی که قراره با دوست دختر من ملاقات کنه حتما از جونش سیر شده. 5 دقیقه است داری یه بند پرت و پلا میگی، یکم به آدم بودن دعوت میکنم کرم. وایسا وایسا، یه پکه خاین. کی پیچه نشسته؟ کرم جانی ببینم، نکنه دوربین مخفی تو ماشینم کار گذاشتی؟ ببین منو کرم فانی، از عمرت رفته رفته داره کم میشه. ای بابا چقدر کیفیت این دوربینا افتضاحه. ای پک، یه سیاهی کناره، تو اون کیه؟ زود باش اعتراف کن ببینم. خود منم داماد، منم اینجام، مشکلی نیست، داریم میریم دنبال حیات. ای والا خواهرزن، تازه داره بهش حسابم پس میده، خجالت بکش دختر. ای پک حواست باشه که من مراقبتم. ای پک دیوونه، به خودت بیا کرم مزاحم. اگه نمیتونی به خودت بیای، در اصلای وقت بیا خونه ای ما، تا بزنم تو صورتتون. اون وقت به خودت بیای. ایپک ابراز علاقه چقدر خشمه. کنار خواهرزنم اینجوری نگو، خجالت میکشم. بله نیازی نیست که کسی از اسرار خصوصی ما با خبر بشه. خاله توبا، واسه دختر منم لباسای کوچولو میدوزی، واسه جوربای کوچولو میبافی خالش، کناش عوض میکنی خالش. ساکت شو چیدم، یکی میزنم تو دهنت که دیگه نتونی بهم بگی خاله ها. مطمئنی؟ ببین اگه شکمت صدا میده به خاطر گرسنگیه ها. نه من سال هاست که گرسنم تو باجون، همه یه نشونه ها و علائمش کامل خالش. نگو خالش نگو. علائمو بی خیال، تست گرفتی؟ گرفتم عمش. میگه عمه، شاید تست اشتباه بوده.
دو بار گرفتم، مطمئنم هر دو بارش هم مثبت بود. الان این منم که منفی شدم. دنیا دیگه منتظر یه چیدن جدید نیست. آی شاید دو قلو بشه آبجیش. خدا نکنه. واسه ادامه نسل تو خیلی ناراحت شدم، ولی به خاطر مراد بیشتر ناراحتم. نمیخوام تو زندگی شخصی دخالت کنم، ولی این کی دقیقا اتفاق افتاد؟ دقیقا تو وقت اضافی بازی گل زدم، ولی یکم طول کشید تا توپ وارد دروازه شد. چطور مراد این کارو کرد؟ اگه من بودم با زره آهنی کنارت میخوابیدم. من هر زره ای رو باز میکنم. مراد فکر میکرد دارم پیشگیری میکنم. خب پس بنده خدا رو گول زد یاره؟ نگو گولش زدم، سورپرایزه. من سورپرایزش کردم. اگه سورپرایزتو نپسنده اون وقت بستر کجا میفرستی؟ خب اونم یه مرد گنده است. باید تا الان یاد میگرفت که نباید به زنها اعتماد کنه. واقعا که عجب. من بیا حالت خوبه؟ تو برو برو. الهاندرو میامار انگار هنوز نیومده بیرون. یه بار دیگه. داداش دیدمش اونجاست. ببین وایسا وایسا وایسا. حیات 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 خوبی عزیزم؟ اون مردی که برای سرت آوردی؟ حیات حرف بزن عزیزم، از نگرانی مردم. حیات چیزی نپرسین ازم، فقط میخوام برم خونه. داداش پسر کجایی؟ داشتم میمردم، خونه شده مثل میدون جنگ. دستت چی شده؟ یکم دارو برای بهم ریختم. اینو که فهمیدم. خب آخه چرا؟ بی خیال دستش درازه. ولی خب باید از یه جا شروع کنی دیگه، مگه نداداش؟ دلم میخواد بزنم دهن محن اون مردی که رو داغون کنم. خدا میدونه با این دختر چی کار کرده. تصور نکن، من الان بهت میگم بهتر نشنده و ندیده طرف رو محکوم نکنیم. ما دوستمونو به حس سپردیم. ببین دختره چه حالی داره. زنده ی زنده فرستاده میشه اونجا، اون وقت جنازه تحویل گرفتیم. حیات میشه لطفا بگی چی شده عزیزم؟ عزیزم ما نگرانتیم. زود باش بگو، زود باش. کلی چیز اتفاق افتاد. خب از یه جای شروع کن دیگه. ما شما ظاهراً دیشب و با مراد با هم بودیم. ظاهراً؟ یعنی چی اون وقت؟ ببین عزیزم،
خدایی نکرده مجبورت کرد کاری بکنی؟ نه فکر نمی کنم. خب پس این چه حالیه که تو داری؟ من که نفهمیدم. آی یعنی اینقدر بد بود؟ ایپک خیلی خوب بابا ببخشید. مسئله اینه که یادم نمیاد، هیچی یادم نمیاد. مشروب حالمو خراب کرد، عادت نداشتم. صبح که بیدار شدم دیدم روی تخت مرادم، پیراهنش تنم بود. خیلی خجالت کشیدم، ازشم پرسیدم، جواب درست حسابی به نداد. چی میگی دختر؟ ما خودمون با اینجور فیلم ها بزرگ شدیم. ایپک حرف نزدی؟ تلاش نکردی باش حرف بزنی؟ موقعی که خواستی باش حرف بزنی بد برخورد کرد، رفتارش با دعوت شد. همه چی یه جوری شد که نتونستیم حرف بزنی. فهمیدیم که نتونستین حرف بزنیم. خب چرا نتونستین حرف بزنی؟ ببین عزیزم، از این چیزا پیش میاد دیگه، ها؟ مگه نه؟ یعنی باید با هم حرف بزنین و حلش کنین. اصلا شاید شما الان یه رابطه جدید رو شروع کردین. من اون بعد از این هیچ رابطه ای نداری. چرا انقدر نامید حرف میزنی دختر؟ ببین شاید همه چی فقط یه سوء تفاهم باشه، همه چی درست میشه. چون که چیدم حامل هست. به خدا من باید دکتر میشدم. ممنون دروک. خواهش میکنم داداشون، ولی بهتره بریم بیمارستان. نه همین کافیه، همه خوبه. خب پس بریم سر اصل مطلب، بگو چه خبر شده. ببینم چرا خونه رو به هم ریختی ها؟ نمایشگاه که نرفتی؟ گفتم که حیات حالش بد شد. تو هم خواستی کم نیاری و زدی دستتو بریدی. صبح چیدم اومد. این دفعه برای چی اومده بود؟ حامل است. مبارک باشه، ولی از تو چی میخواد؟ امکان نداره. دروغ میگی. به نظرم دروغش رو یکم زیادی بزرگ کرد، ولی نمیتونم. خب اگه دروغ نباشه چی؟ چه فرقی میکنه؟ در دو حالت گولم زده. به من گفت که پیشگیری میکنه. اوه این قضیه حاملگی خبر خیلی بزرگیه. عزیزم زود باش اینو بخور. ببین هنوز صورتت مثل گچ سفیده، اینجوری نکن دیگه، خواهش میکنم. بهت قول میدم که همه چی درست میشه، مطمئن باش. من فکر نمیکنم چیزی درست شه. کاش یادم بیاد دیشب چی شد. اصلا یادم نمیاد. حداقل اعصابم راحت میشه، ولی نمیشه دیگه. چیزی که باید بدونی و فراموش نکردی دختر جونم. یعنی چی؟ همون باردار بودن چیدمو میگم. تو چه آینده‌ای با اون یارو میخوای داشته باشی آخه؟ هرچی شد دیگه تموم شد، رفت پی کارش عزیزم. به آیندت فکر کن. بچه من اصلا به اون دختر اعتماد ندارم. اصلا نمیشه با تنه به اون رفت تو چا. البته بهتره اینطوری بگیم که اون تنه بهشو انداخته دور گردن مراد. تو بازم اینجوری نگو عزیز دلم، این زندگی معلوم نیست در آینده چی قراره بشه. نمیخوام دیگه چیزی بشه، همه چیو دارم به چشمم میبینم. مثلا دارم به خودم احترام میذارم. از دست کسی عصبانی نیستم، میدونین؟ از دست خودم عصبانیم. حق با تو بودی پک، من به حرفت گوش ندادم. از اول معلوم بود چجور آدمیه. من چطوری میتونم به خودم دوباره اعتماد کنم؟ چطوری خودم رو ببخشم؟ بذار یکم تو حال خودش باشه. آف.
ای وای، مامان بزرگه. از صبح تا حالا همش داره سراغ تو رو میگیره. باید جواب بدم. چه خبر مامان بزرگ؟ همین صبح هم دیگر رو دیدیم. چه خبری میتونه باشه؟ بگو ببینم مراد رو پیدا کردی یا نه؟ مگه میتونه از دست من فرار کنه؟ خونه است. دیشب یه کمی زیادی خورده. خب جوونه دیگه. چرا نرفته نمایشگاه؟ حیات، همون منشی جدیدش. دیشب یکم حالش بد شده. داداشم هم تنهاش نذاشته. آها دختر عزیزم، خدا از نظر بد حفظش کنه. گوشیو بده مراد ببینم. بله مامان بزرگ. مراد، دخترم حیات چطوره؟ خوبه؟ آره خوبه، چیزی نیست، فقط یکم ترسیده بود. منم نتونستم ولش کنم، امانت دیگه. ولی خب حل شد، دکتر اومد دیدش، حالش خوبه. آه ایشالله که زود خوب میشه دختر چشم آهویی من. حتما اون دختر شیرین زبون خوشگلم و چشم زدن. آره پسرم، بهتره بهش برسی، خوب کاری میکنی. تو منشی منو از کجا میشناسی؟ مامان بزرگا همه چیو میدونن، با هر کسی که لازم باشه آشنا میشن. اگه میخوای بیشتر حرف بزنیم بیا ببینمت. نه مامان بزرگ، ایشالله بعدن باشه. دستتو میبوسم، گوشیو میدم دروک. خدافز. دروک چرا این حال نداره؟ بهش میگم بیا شب بریم یکم چشرنی کنیم، شاید یه عروس برات پیدا کنم. اما قبول نمیکنه. عروس اونجوری پیدا نمیشه، من خودم پیدا میکنم. باشه دیگه، میبوسمتون. واقعا موجودات بی خود و بی مصرفیان. ببینم مردا رو میگیاره. کاش بشه قضیه ای تولید مثل رو یه جوری حل کرد، اینجوری شاید نسلشون منقرض بشه. اینجوری نگویی پک، گناه دارم بیچارا. آقا بینشون تک و توک آدمای خوبم پیدا میشه. ولی اصلی اون تک و توکا گیر ما نمیاد عزیزم. ببینم این صدای موزیک از کجا داره میاد؟ خیلی نزدیکه. میگم ولی خیلی قشنگه نه؟ به من میخوره الان بخوام موزیک گوش بدم؟ یه چیزی به اسم حقوق شخصی هم وجود داره. کدوم عوضی اینقدر صداشو زیاد کرده آخه؟ ها کجایی؟ من چرا کرم؟ دلیلش چیه؟ اومدم تا مشکل عصبانیتتو درمان کنم. خیلی خودتو اذیت میکنی، اینجوری فکر منم مشغول میکنی. این موسیقی برای کنترل خشمه. اینجوری تصور کن که انگار میخوان بافته عصبی مغزتو با وایتکس تمیز کنن. اینم اودبو میکنی، بعد مثل جلوک روی دریا شناور میشی. بگی بکن. فقط اون موزیک اشتباس کردم، موزیک کفن و دفن بذار. آخه تو چه میدونی بافتای عصبی چیه؟ واسه من دکتر شده مرتی که من تو رو با همون بافتای عصبی میبندم، دورت عود میچکنم، بعد آتیشت میزنم کرم. از عصبانیت مغزم داره منفجر میشه. وایسا قاطی نکن، آروم باش. شمردنم برای خشم خوبه، معمولا تا 100 میشمارن، اما تو فعلا شروع کن، من خودم میگم تا چند بشموری. معلومه که راه طولانیه. من دارم اشتباه میکنم یا یکی داره متلک میگه؟ نه بابا عزیزم، همه اینا فقط نمایشه، همشون فیلمه. شما مردی بیشعور همش ادای آرتیستا رو در میارین واسه خودتون. اینجوری نگویی پک. ببین آروم باش، آروم باش، چیزی نشده. چشماتو ببند. ببینین، فکر کنین اینجا نیستی، کنار دریای صدای موجا با عالیه. چرا من برم اصلا؟ خودت برو. ای خدای بزرگ، همه اینا رو با خودت ببر، مثل باد از اینجا دور شو. زود باش. اوف بس دیگه، چی شده؟ ما که همین دو روز پیش با هم خوب بودیم، اومدم بخندونمت، چرا اینقدر عصبانی هستی پک؟ تو رو خدا میشه بگی چه خبره؟ تو اینو از اون دوست عوضی و درود برو بپرس آقا جو. از کدوم دوستم؟ از همون دوست دوران سربازیت آقا، رئیس تو میگم. وایسا ولش کن داداش، تو اینو بذار رو دستت. من خوبم، چیزی نیست. ناز نکن، زود باش بگیر دیگه. از دست تو شازده مراد جنگجو، تو عمرم اینقدر کارهای خونه نکرده بودم.
ببین داداش، اینجوری نمیشه. باید بریم باهاش حرف بزنیم. من نمیخوام با کسی حرف بزنم. خیلی خوب، ولی آخه هنوز نمیدونیم که اصلا صحت داری یا نه. باید تا شب فکر کنیم. زود باش و بیاف. اونم دقیقا میخواد که بیفتم دنبالش. باشه، پس من میرم. تو بمون. تو بمون، ولی نمیخوام تو رو با این حال تنها بذارم. من واقعا خوبم، یعنی تو هر کاری دوست داری بکن دروک. کرم، تو بهترین کارمند ما میشی. بودو 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 بیا. چه خبره؟ حال پسرمون بده. من دیگه دارم میرم. شیفت توه کرم جان، موفق باشی. برم ببینم اصل قضیه چیه. ببین داداشمو به تو میسپارم ها. حواست خیلی بهش باشه. امروز همه چشم شده. عزیزم، اگه میبینی مثل مگنت های روی یخچال بهت چسبیدیم، واسه اینه که دوست داریم. اگه بگی بریم، خب میریم پی کارمون. خودتو اینجوری نخور، ما رو بخور. من شماها رو نمیخورم، خدا رو شکر که کنارم هستیم. عزیز دلم، تو به حرف من گوش کن، اینقدر خودتو ناراحت نکن. نمیتونی همه چیز زندگی رو بدونی. باشه، قبول، میدونیم که قبل از تو با اون زن یه رابطه ای داشته، اما خب اون رابطه قبل از تو بوده حیات جونم. شاید الان اونم حال خیلی بدی داره، چه میدونم، شاید اونم داره خودشو داغون میکنه. نمیدونم. تعریف کن ببینم عزیزم، این دو روز چطور گذشت؟ همه چی خیلی خوب بود، بیشتر از حد قشنگ بود. وقتی حالم بد بود بالا سرم کل شب و منتظر بود و بعدش هر کاری از دستش برمی اومد کرد که من نرم. هر جوری، به هر بهونه ای، اصلا نمیتونستیم از هم جدا شیم. انگار داشت یه چیزی بینمون شروع میشد، مثل یه رویا بود. بعدش هم که اینجوری خوردم زمین. اوف، از قدیم گفتن حقیقت تلخه. به نظر من قضیه اینه که این یارو همینجوریه، یه جوری از اینکه زن رو بازی میده واقعا لذت میبره. انگار یکم تو لحظه زندگی میکنه، اون لحظه هر کی کنارش باشه فرقی واسش نداره. به نظرم کاملا اشتباهه. به هر حال ما اون آدمو نمیشناسیم. مثلا ایپک، هر کی ببینتش میگه چقدر خشنه، ولی درونش مثل پنبه است. کی اینو میدونه؟ شماها دیگه، کسایی که دوستم دارن و بهم نزدیکن. اما اگه مراد ارزش قائل باشه، بالاخره هر کاری بکنه مشخص میشه. به نظرم اونم مونده تو دوراهی، یعنی اونم الان نمیدونه چی کار کنه. من فکر میکنم چیزی که باید تو اون دو روز تجربه کرد همش واقعیت بوده. به نظرم اونم عاشق دختر ما شده. خب اگه اینطوریه پس چرا زنگ نمیزنه؟ اگه واقعا ارزش قائله چرا نشونه میده؟ تلاش نمیکنه؟ آدمی که عاشق همه چی رو حل میکنه. کو، من که تلفنی نمیبینم که زنگ بخوره. هوای تازه حالت جا آورد؟ گفتم که خوبم، چیزیم نیست. از دست تو رفیق، تو که از رو عشق و حال دستتو زخمی نکردی، از رو علاقه خونه رو نتونستم جلوی خشممو بگیرم. انقدرام بزرگش نکن. الان چیده؟ همون چیده می که میشناسی. نمیتونه از دست تو عصبانی باشه. بالاخره آدم از دست کسی که دوستش نداره عصبانی نمیشه. این ماجرا خیلی بوداره داداش. منظورت چیه؟ میگم برو سر اصل مطلب. اصل مطلب، اما جملتو با من خوبم شروع نکن. مثل آدم برام تعریف کن یا سب کن.
من خودم میپرسم بین تو و حیات چه اتفاقی افتاد؟ جفتتون یه چیزیتون هست، قشنگ بگو ببینم چی شده. ببین نمیتونم بگم چیزی بینمون نیست، ولی نمیتونم بگم چیزی هم هست. همین دیگه. در مورد حیات همینطور موندم کرم، نمیتونم بهش فکر نکنم، نمیتونم به خیالش شم، نمیتونم برم، نمیتونم بمونم. بذار پیش خودم بمونه، چون خودم هم نمیدونم چی شد. رسمن عزادار شدم، کل دنیا برام سیاه شده. چی شده خورشید من؟ نکنه ابرا اومدن مزاحم شدن؟ ده عزیزم رو بدبخت کردن، از شیر پسرمون نتونستیم محافظت کنیم. جیگرم داره میسوزه، این چیدم گرگ صفت چه کارایی که نکرده، فکرشو بکن. دختره حامله شده. تو باجان تو این شرایط هم باز منو میخندونی، دمت گرم. ولی وضع داداشم حسابی خرابه، یعنی خبرها مثل بمب منفجر شده. پسرمون حتما الان دپرس شده، اون همه تلاش کرد که دختره رو دکش کنه ولی مثل هشپا بهش چسبید. خیلی بده، نجات پیدا نکردن از دست کسی که نمیخوای تو زندگیت باشه حتما خیلی بدیه. خب توبا جان نظر تو چیه؟ فکر میکنی حقیقت داره؟ والا عزیزم وقتی چیدم پیش من بود به اندازه یه دنیا غذا خورد، تازه میگفت تهوع هم دارم، ظاهرا که حامله است. تازه چطور میتونه تو این مورد دروغ بگه؟ همه چی لو میره. پس فقط یه کار میشه کرد. چی کار میشه کرد؟ زود باش بگو. چی ها؟ مراد خیلی ناراحتم کرد، بالاخره الان من حاملم دیگه. ولی خب به هر حال بابای بچمه، میتونم فراموش کنم، چه بخواد چه نخواد باید با حقیقت کنار بیاد. دقیقا مسئله همینه، حقیقت داره یا نه. از داروخانه تست گرفتم و مثبت بود، میخوای نشون بدم؟ نه ولی بازم باید یا آزمایش خون انجام بدیم. انجام میدم، اگه چیه؟ اونجوری نه عزیزم، این دفعه من خودم کنارت خواهم بود. چرا عزیزم؟ نکنه تو هم بارداری؟ تو برای چی بیای؟ متاسفم چیدم جان، چون سابقت کاملا خرابه، برای همین از این لحظه به بعد نه من به تو اعتماد دارم و نه داداشم. برای همین باید اونجوری باشه که من میگم. دوتا برادر امروز حسابی غرور منو خورد کردی. باشه، یه مادر برای بچهش هر کاری میکنه، یه مادر غرور نداره. برای یه مادر باشه، بگذاریم حلش میکنه. عشق لفتن انلر مه تصادفلر اینن مه بینیم بی بیدیم یک چوک بیلنلر اینن. Olur.
لفتن انلمان.